فصل دو، خوشبختی یک مشکله. حدود 2500 سال پیش در دامنه های هیمالایا، همون جایی که امروز به اسم نپال میشناسیم، پادشاهی در یک قصر بزرگ زندگی میکرد که قرار بود به زودی صاحب پسری بشه. پادشاه برای این پسر ایده خفنی داشت، کاری کنه که زندگی این پسر بی نقص باشه. این پسر حتی یک لحظه رنج نکشه، هر نیازی، هر خواستی در لحظه رفع و رجوع بشه. پادشاه دیوارهای بلندی دور تا دور قصر کشید و اجازه نداد که شاهزاده از دنیای بیرون خبردار بشه. پسرک رو در پر قو و با غذاهای خوشمزه و هدیه‌های فراوان بزرگ کرد. اطراف شاهزاده پر بود از خدمتکارهایی که هر نیاز لحظه‌ای اونو رتق و فتق می‌کردن و همونطور که برنامه ریزی شده بود، پسر بچه قصه ما بی اطلاع از بیرحمی‌های معمول وجود انسان بزرگ شد. همه دوران کودکی شاهزاده به همین منوال گذشت. ولی با وجود این همه فراوانی و زندگی لوکس، شاهزاده به یک جوان آزرده خاطر تبدیل شد. خیلی زود هر تجربه‌ای تو خالی و بی‌ارزش شد. مشکل اینجا بود که پدرش هر چی بهش میداد هیچ وقت کافی نبود و براش بی‌معنا بود. در نتیجه یک شب دیر وقت و زکی از قصر بیرون رفت تا ببینه پشت اون دیوارها چه خبره. یه خدمتکار داشت که شاهزاده رو توی روستا چرخوند و از چیزی که دید کرکوپرش ریخت. برای اولین بار در زندگی رنج بشر رو دید. آدم‌های مریض رو دید. آدم‌های پیر رو دید. آدم‌های بی‌خانمان، دردمند و حتی آدم‌های در حال مرگ رو دید. شاهزاده به قصر برگشت و یک جورایی دچار یک بحران اگزیستانسیالیست شد. حالا که نمیدونست چجوری چیزی رو که دیده هضم کنه، در مورد چیزی حساس شده بود و خیلی غر می‌زد و مثل همه جوانهای همسن و سال خودش شروع کرد به سرزنش کردن پدرش برای همه کارهایی که براش کرده بود. شاهزاده فکر می‌کرد که همش تقصیر ثروت بوده که اون رو اینجور بدبخت کرده و زندگی رو اینجوری براش بی‌معنا کرده. تصمیم گرفت بزنه بیرون. ولی شاهزاده بیشتر از اونی که فکرشو میکرد شبیه پدرش بود. اون همه ایده های خفنی داشت. قضیه براش فقط فرار کردن از قصد نبود، بلکه میخواست کلن از زندگی سلطنتی خداحافظی کنه، از خانواده و همه دارایی هاش. میرفت که توی خیابون ها زندگی کنه، توی کثافت ها بخوابه، مثل یک حیوان و تا سرحد مرگ گشنگی بکشه، خودشو شکنجه بده و تا آخر عمر برای تمونده غذای مردم گدایی کنه. شب بعد شاهزاده مخفیانه از قصر رفت بیرون و این بار رفت که دیگه بر نگرده. سالها مثل یک ولگرد گدا زندگی کرد، مثل یک عضو رها شده و فراموش شده از جامعه، و همینجوری که برنامه‌اش ریخته بود خیلی رنج کشید. رنج بیماری، گرسنگی، درد، تنهایی و تباهی، و تا لبه مرگ پیش رفت و روزهای زیادی رو فقط با خوردن یک بادوم صرف کرد. چند سال به همین منوال گذشت و چند سال دیگه هم، و بعد هیچ اتفاقی نیفتاد. شاهزاده متوجه شد که این زندگی پر از رنج اونی نبود که فکرشو میکرد و اون بصیرتی که میخواست رو براش درمغان نیاورد. رمز و راز عمیق‌تری از جهان رو نشونش نداد و مقصود غایی زندگی رو فاش نکرد. در واقع شاهزاده به نتیجه رسید که هممون یک جورایی همیشه میدونستیم که رنج چیز فلانیه و لزوماً اونقدرها هم معنادار نیست، درست مثل ثروت. اگر رنج کشیدن مقصودی نداشته باشه ارزشی هم نداره. و خیلی زود به این نتیجه رسید که ایدهش درست مثل ایده پدرش خیلی فلان بود و شاید باید بره سراغ یک چیز دیگه. و
حالا که شاهزاده خیلی گیج و سرگرم شده بود، خودش رو تکوند، بلند شد و رفت یک درخت بزرگ رو کنار رودخونه پیدا کرد. تصمیم گرفت تا وقتی که به ایده خفن دیگه ای نرسیده همونجا زیر اون درخت بشینه و جم نخوره. اونجوری که افسانه ها میگن، شاهزاده سردرگم به مدت 49 شبانه روز زیر اون درخت نشست. کاری به این ندارم که آیا اصلا از لحاظ بیولوژیکی ممکنه یک نفر 49 روز توی یک نقطه بشینه و تکون نخوره، ولی خب میگن که در این مدت شاهزاده به بصیرت‌های عمیقی رسید. یکی از این بصیرت‌ها این بود: زندگی به خودی خود یه جور رنج کشیدنه. ثروتمند به خاطر ثروتش رنج می‌کشه، فقیر به خاطر فقرش. آدم‌های بی خانواده رنج می‌کشن چون خانواده‌ای ندارن. آدم‌های خانواده‌دار به خاطر خانواده‌هاشون در رنج هستن. آدم هایی که پیگیر امیال دنیوی هستند به خاطر امیال دنیویشون رنج می کشند. آدم هایی که روزه امیال دنیوی می گیرند به خاطر روزه هاشون رنج می کشند. این به این معنی نیست که همه رنج ها برابر هستند. قطعا بعضی رنج ها از بقیه دردناکترند، ولی همه ما بیچون و چرا باید رنج بکشیم؟ سالها بعد شاهزاده فلسفه خودش رو ساخت و اون رو با مردم در میون گذاشت که اولین و اصلی ترین رکن فلسفهش این بود: درد و شکست اجتناب ناپذیرند و ما باید از مقاومت در برابرشون دست برداریم. بعدها شاهزاده به بودا شهرت پیدا کرد و اگه تا حالا اسمش رو نشنیدین لازمه بهتون بگم که آدم خفنی بود. یک پیش‌فرض هست که بنیان بسیاری از فرضیات و اعتقادات ماست. این پیش‌فرض که شادکامی الگوریتمیه، یعنی میشه براش تلاش کرد و بهش رسید. مثل قبول شدن در دانشگاه تهران یا حل کردن یک پازل پیچیده. اگر به ایکس برسم اون وقت خوشبخت میشم. اگر قیافم شبیه به ایگرگ بشه به شادکامی میرسم. اگه با آدمی مثل زد دوست بشم اون وقت دیگه واقعا خوشبخت میشم. ولی این پیش‌فرض خودش مشکله. شادکامی یک معادله قابل حل نیست. نارضایتی و ناراحتی بخش‌های جدا ناپذیری از طبیعت انسان هستند و همانطور که در ادامه مشاهده خواهیم کرد، عناصر ضروری برای ایجاد شادکامی پایدار هستند. بودا این قضیه رو از یک چشمنداز خداشناسانه و فلسفی تشریح کرد، ولی من همین قضیه رو در این فصل از یک چشمنداز بیولوژیکی و از طریق پانداها توضیح میدم. ماجراهای ناخوشایند پاندای سرخوردگی. اگه میتونستم یک ابرقهرمان اختراع کنم، یکی میساختم به نام پاندای سرخوردگی. این پاندا یک ماسک خز روی چشماش داشت و یک تیشرت می پوشید که برای شکم گندش زیادی تنگ بود و یک حرف تی روش نوشته شده بود. اول قدرت این اول قهرمان این بود که به آدم ها حقیقت های ترخی رو در مورد خودشون بگه که لازمه بشنوند ولی نمی خوان بپذیرن. این پاندا خونه به خونه مثل یک روشنده دورگرد زنگ در خونه آدم ها رو می زنه و چیزهایی رو بهشون میگه، مثل آره، این که پول زیادی در میاره حس خوبی بهت میده، ولی باعث نمیشه بچه‌ها دوستت داشته باشن. و یا اینکه اگه داری از خودت میپرسی که آیا به همسرت اعتماد داری یا نه، احتمالاً اعتماد نداری. یا چیزی که اسمش رو گذاشتی دوستی چیزی نیست جز تلاش همیشگی تو برای اینکه توجه آدم‌ها را به خودت جلب کنی. بعدش به حساب خونه روز بخیر میگه و قدم زنان میره سمت خونه بعدی. خیلی عالی میشه. به هر حال خفن‌ترین حقایق در زندگی معمولاً اونایی هستن که شنیدنش ناخوشایندترینه. پاندای سرخوردگی همون قهرمانیه که هیچ کدوم از ما نمیخوامش، ولی هممون بهش نیاز داریم. مثل سبزیجات میمونه برای رژیم غذایی ذهنمون. با وجود اینکه حس بدی بهمون میده، ولی زندگیمون رو بهتر میکنه.
با در هم شکستنمون ما رو قوی تر میکنه و با نشون دادن تاریکی بهمون آینده رو روشن‌تر میکنه. گوش دادن بهش مثل تماشا کردن فیلمی میمونه که توش قهرمان داستان میمیره. با وجود این که حالمون بد میشه ولی خیلی بیشتر دوستش داریم چون واقعی تره. پس مادامی که اینجاییم اجازه بدین من ماسک پاندای سرخوردگی رو بزنم و حقیقت تلخ دیگه ای رو بپاشم توی صورتتون. ما به یک دلیل ساده رنج میکشیم. رنج کشیدن از لحاظ بیولوژیکی مفیده. رنج مأمور طبیعت برای اینکه در وجود ما کرم تغییر بندازه. ما جوری تکامل پیدا کردیم که همیشه مقداری نارضایتی و عدم امنیت داشته باشیم. چون آدم‌های ناراضی و متزلزل هستند که در جهت نوآوری و بقا بیشتر کارها را انجام میدن، سیستم ما یه جوریه که در مورد چیزهایی که داریم ناراضی هستیم و فقط با چیزهایی که نداریم راضی میشیم. این نارضایتی همیشگی گونه بشر رو سرپا و رو به جلو نگه میداره. کاری کرده همه در حال جنگ و ساخت و ساز و فرد باشیم. در نتیجه خیر، درد و بدبختی ما باقی تکامل بشر نیست، بلکه از ویژگی هاشه. درد به هر شکل ممکن تاثیرگذارترین ابزار بدن ما برای دعوت به عمل کردنه. برخورد انگشت کوچیکه پا رو با پایه میز در نظر بگیرید. اگه شما هم مثل من باشید، وقتی این اتفاق بیفته اونقدر به زمین و زمان پشت میدین که پاپ فرانسیس به گریه بیفته. احتمالاً کلی همون شی زبون بسته رو به خاطر دردتون سرزنش میکنید. میز احمق. یا احتمالاً کلی فلسفه چیدمان خونتون رو به خاطر پاهای چلوفتی خودتون زیر سوال میبرید. آخه کدوم آدم سالمی میزو اینجا میذاره واقعا؟ ولی من مخالفم. اون درد وحشتناک انگشت کوچیکه زرد دیده، همون که من و شما و پا ازش متنفریم، دلیلی برای وجودش هست. درد جسمانی محصول سیستم عصبی ماست، یک مکانیزم بازخورد که تناسبات جسمانی خودمون رو بهمون بشناسونه. اینکه کجا میتونیم بریم و کجا نمیتونیم، چی رو میتونیم لمس کنیم و چی رو نمیتونیم. وقتی که از این حدود فراتر میریم، سیستم عصبیمون ما رو مجازات میکنه تا اطمینان حاصل کنه که بهش توجه میکنیم و دیگه هرگز اون کار رو تکرار نمیکنیم. و این درد همونقدر که ازش نفرت داریم همونقدر هم مفیده. درد چیزیه که به همون یاد میده که به چی توجه کنیم. وقتی جوان و سر به هوا هستیم، چیزی که برامون خوبه و چیزی که برامون بده رو نشونمون میده. به همون کمک میکنه محدودیت ها و کاستی های خودمون رو بشناسیم و مراعاتشون کنیم. به همون یاد میده که دوربر بخاری داغ چلمنبازی در نیاریم و میل بافتنی رو توی پریز برق فرو نکنیم. بنابراین اجتناب از درد و جستجوی شادکامی همیشه چیز خوبی نیست، چون که درد گاهی میتونه برای سلامت و رفاه ما اهمیت حیاتی داشته باشه. ولی درد همیشه جسمانی نیست. اگر پای سریال های صدا و سیما بشینین متوجه میشین آدمی میتونه درد شدید روانی رو هم تجربه کنه. در واقع تحقیقات نشون داده که مغزمون خیلی هم تفاوت بین درد جسمانی و درد روانی رو تشخیص نمیده. در نتیجه وقتی بهت میگم خیانت دوست دخترم به هم مثل این بود که یک قندیل تیز یخی رو فرو کردن توی قلبم، خب آخه چون اینقدر درد داشت که واقعا انگار یک قندیل تیز یخی رو فرو کرده بودن وسط قلبم. مثل درد جسمانی، درد روانی هم نشونه این که یک چیزی از تعادل خارج شده و حد و مرزی شکسته شده. و مثل درد جسمانی، درد روانی هم لزوماً بد یا ناخوشایند نیست. در بعضی موارد تجربه درد عاطفی یا درد روانی میتونه سالم یا لازم باشه. همانطور که کوبیدن انگشت کوچیکه به پای میز بهمون یاد میده که کمتر به در و دیوار بخوریم، درد عاطفی پس زده شدن یا شکست بهمون یاد میده که چجوری در آینده
اون اشتباهات رو تکرار نکنیم و اگر جامعه همش از ناملایمات اجتناب ناپذیر روزگار تفره بره و ازش بدگویی کنه خیلی خطرناکه. ما از دوزهای سالمی از زرد و فوایدش محروم میشیم، اتفاقی که ما رو از واقعیت دنیای اطراف دور میکنه. شاید فکر دنیایی بدون درد و مشکل، دنیایی با شادکامی همیشگی و همدلی ابدی باعث بشه آب دهنتون جاری بشه. ولی این پایین روی کره زمین مشکلات هیچ وقت متوقف نمیشن. جدی میگم مشکلات هیچ وقت تموم نمیشن. پاندای سرخوردگی همین الان پیشم بود. با هم مارگاریتا خوردیم و همه چی رو بهم گفت. گفت که مشکلات هیچ وقت خورشون رو گم نمی کنن. فقط بهتر میشن. وارن بافت مشکلات مالی داشت. اون عملی خیابون شوش هم مشکلات مالی داشت. تفاوتشون اینجا بود که بافت مشکلات مالی بهتری از اون بی خانمان داشت. همه زندگی اینجوریه. پاندا به هم گفت مارک، زندگی یک سریال بی پایان از مشکلاته. یک جرعه از نوشیدنیشو خورد و چتر کوچیک صورتیشو سر جاش تنظیم کرد. راهکار یک مشکل صرفاً به خلق یک مشکل دیگه منجر میشه. چند لحظه سپری شد و من یکو به این فکر کردم که این پاندای سخنگو از کجا پیدایش شد و که این مارگاریتاها رو درست کرد. پاندا گفت به یک زندگی بدون مشکلات امیدوار نباش. همچین چیزی نداریم. عوضش به یک زندگی پر از مشکلات خوب امید داشته باش. همین که جملهش رو تموم کرد، لیوانش رو گذاشت روی میز، کلاه پهن مکزیکیش رو روی سرش میزون کرد و در افق ناپدید شد. شادکامی از حل مشکلات میاد. مشکلات زندگی همیشگی هستن. وقتی مشکل سلامتی تو با عضویت در یک باشگاه حل می کنی، مشکلات جدیدی به وجود میاری. مثلا مجبوری هر روز صبح زود بیدار شی تا سر وقت باشگاه برسی. نیم ساعت مثل یک معتاد شیشه‌ای عرق بریزی و بعد دوش بگیری و لباس عوض کنی که بوی گندت کل شرکت رو بر نداره. وقتی مشکل بندازه کافی وقت نگذروندن با پارتنرت رو اینجوری حل میکنی که چهارشنبه شب حال و شب دیت نامگذاری کنی، مشکلات جدیدی به وجود میاد. مثلا هر چهارشنبه باید یه برنامه‌ای بریزید که جفتتون ازش متنفر نباشید. هر بار پول خوبی برای یک شام درست حسابی کنار بذارید. مشکلات تمامی ندارند، فقط معاوضه میشن یا ارتقا پیدا میکنن. شادکامی از حل مشکلات میاد. اینجا کلمه کلیدی حل کردنه. اگه از مشکلات تفره بری یا حس کنی که مشکلی نداری، خودتو بدبخت کردی. اگه فکر میکنی مشکلاتی داری که نمیتونی حل کنی، باز هم به همون میزان خودتو بدبخت کردی. حوت کوزگری در حل کردن مشکلات، نه در نداشتن مشکلات. برای شادکام بودن باید چیزی برای حل کردن داشته باشیم. در نتیجه شادکامی از جنس عمله. یک نوع فعالیت، نه چیزی که خیلی منفعلانه به شما اعطا بشه یا بصیرتی که به طرز جادویی در یک مقاله هافینگتون پست کشفش کنی یا از یک معلم یا مرشد بشنوی. یا چیزی نیست که وقتی بالاخره به اندازه کافی پول درآوردی که خونتو بزرگتر کنی بر تو نازل بشه. چیزی نیست که در یک مکان، در یک ایده، یک شغل یا حتی یک کتاب منتظر نشسته باشه. شادکامی یک کار در حال انجام همیشگیه، چون حل کردن مشکلات یک کار در حال انجام همیشگیه. راه‌های حل مشکلات امروز بنیانهای مشکلات فردا رو پایه‌ریزی می‌کنن. شادکامی واقعی تنها زمانی اتفاق می‌افته که مشکلاتی که دوست داری باهاشون سر و کله بزنی رو پیدا کنی. بعضی وقتا این مشکلات خیلی ساده هستن. غذای خوب خوردن، مسافرت به یک سری جاهای جدید، برنده شدن در بازی کامپیوتری جدیدی که خریدی،
بقیه وقتا مشکلات پیچیده‌تر و انتزاعی‌تر هستند. درست کردن رابطت با مادرت، پیدا کردن یک مسیر شغلی که حس خوبی بهت بده، ایجاد یک دایره دوستی بهتر. مشکلاتت هر چی که باشن مفهومش یکیه. مشکلات رو حل کن، شادکام باش. متاسفانه از دیدگاه آدم‌های زیادی زندگی اونقدرها هم ساده نیست. دلیلش هم اینه که اونها به حداقل یکی از این دو روش میرسن. یک، انکار. بعضی از مردم در درجه اول انکار میکنن که مشکل دارن و چون دارن واقعیت رو انکار میکنن، باید مدام خودشون رو در توهم نگه دارن و حواسشون رو از واقعیت پرت کنن. این روش ممکنه در کوتاه مدت حالشون رو خوب کنه، ولی در نهایت به یک زندگی پر از تزلزل مشکلات عصبی و سرکوب عاطفی منجر میشه. دو، ذهنیت قربانی. بعضی ها هم هستن که فکر میکنن برای حل مشکلاتشون کاری از دستشون بر نمیاد، در حالی که میاد. قربانی ها همش دنبال این هستن که دیگران یا شرایط بیرونی رو برای مشکلاتشون مقصر بدونن. این هم ممکنه در کوتاه مدت حالشون رو بهتر کنه، ولی به یک زندگی پر از خشم، درماندگی و ناامیدی منجر میشه. آدم ها مشکلاتشون رو انکار میکنن یا بقیه رو مقصر میدونن. چرا؟ خیلی ساده است. چون این کار راحته و حس خوبی به آدم میده، در حالی که حل کردن مشکلات سخته و اغلب حس بدی به آدم میده. پاک کردن تقصیرات و انکار مشکلات به ما سرخوشی دم دستی میده. یه جور راه فرار موقتی از مشکلاته که حالمون رو بهتر میکنه. سرخوشی شکل‌های متنوعی داره. میتونه از دراک‌هایی مثل الکل یا ماریجوانا بیاد، یا از حس حق به جانبی که بعد از مقصر کردن دیگران بهمون دست میده، یا از هیجان انجام دادن ماجراجوهای پرخطر. سرخوشی ها روش های کم عمق و بی‌حاصلی هستند برای اینکه آدم زندگیش رو باشون بگذرونه. بیشتر کتاب ها و آموزگارهای خودیاری سعی میکنن سرخوشی ها رو بهتون غالب کنن به جای اینکه مشکلات واقعی رو حل کنن. بیشتر آموزگارهای خودیاری فرمهای جدیدی از انکار رو بهتون یاد میدن و تمرینهایی رو براتون تجویز میکنن که در کوتاه مدت حس خوبی بهتون بده، ولی مشکل بنیادی رو نادیده میگیرن. یادت باشه هیچ آدم خوشحالی لازم نیست بره جلوی آینه واست و به خودش بگه خوشحاله. سرخوشی ها یک جور اعتیاد هم به وجود میارن. هرچه بیشتر برای تفره رفتن از مشکلات بنیادیتون بهشون اتکا کنین، بیشتر میرید سراغشون و پیگیر میشید. در این وضعیت هر چیزی میتونه اعتیادآور باشه، بسته به اینکه انگیزه استفاده چه چیزی رو داشته باشید. همه ما روش های خودمون رو داریم که درد ناشی از مشکلاتمون رو سر کنیم و در دوزهای متعادلی این قضیه هیچ اشکالی نداره. ولی هرچه بیشتر تفره میریم و هرچه بیشتر سر میشیم، وقتی بالاخره با مشکلاتمون مواجه میشیم، دردش بیشتر میشه. به احساسات زیادی بها داده شده. احساسات برای یک مقصود خاص تکامل پیدا کردن، کمکمون کنن اندکی بهتر زندگی و تولید مثل کنیم. همین مکانیسم های تولید بازخورد هستن که بهمون بگن آیا چیزی برامون احتمالاً درست یا احتمالاً غلطه، نه کمتر و نه بیشتر. همونطور که درد ناشی از لمس کردن یک کتری داغ بهت یاد میده که دیگه با دست غیر مسلح بهش دست نزنی، درد تنهایی به یاد میده که دیگه کارهایی رو نکنی که باعث بشه اینقدر احساس تنهایی کنی.
احساسات سیگنال‌های بیولوژیک هستند که برای هدایت شما در مسیر تغییرات سودمند توسعه پیدا کردن. ببین، منظورم این نیست که بحران میانسالی که داری باش دست و پنجه نرم می‌کنی چیز خاصی نیست. با این واقعیت که پدر معتادت وقتی 8 سالت بود دوچرخه تو دزدید و فروخت تا مواد مخدر بخره، چیز ساده‌ایه نه؟ بهت حق میدم که هنوز با این قضیه کنار نیومده باشی، ولی وقتی توش ریز بشی میبینی اگه حس بدی که داری دلیلش اینه که مغزت داره بهت میگه مشکلی هست که بهش پرداخته نشده و هنوز حل نشده باقی مونده. در واقع احساسات منفی یک جور دعوت به عمله. وقتی احساسات منفی میان سراغت یعنی باید یک کاری بکنی. در طرف مقابل احساسات مثبت پاداش انجام دادن کارهای درسته. وقتی اینجور احساسات میان سراغت، زندگی به نظر ساده میاد و کاری نمیشه کرد جز لذت بردن ازش. وقتی خیلی زود مثل هر چیز دیگه ای در دنیا احساسات مثبت ناپدید میشن، چون مشکلات دیگه ای ظاهر میشن. احساسات بخشی از معادله زندگیه، ولی نه همه معادله. صرفاً چون چیزی حس خوبی میده دلیلش نیست که خودش هم خوبه، و چون چیزی حس بدی میده دلیلش هم نیست که خودش هم بده. احساسات مثل تابلوهای راهنمای رانندگی هستن که سیستم عصبی بهمون پیشنهاد میده، ولی از جنس دستور نیست. در نتیجه نباید همیشه به احساساتمون اعتماد کنیم. در واقع معتقدم که باید توی خودمون عادت زیر سوال بردنشون رو ایجاد کنیم. خیلی از آدما به دلایل شخصی، اجتماعی و فرهنگی یاد گرفتن که احساساتشون رو سرکوب کنن، مخصوصا احساسات منفی رو. متاسفانه انکار کردن احساسات منفی یعنی انکار کردن مکانیزم‌های بازخوردی که به ما کمک می‌کنند مشکلاتمون رو حل کنیم. در نتیجه بسیاری از این آدم‌هایی که احساساتشون رو سرکوب می‌کنن در طول زندگی با مشکلاتشون کلنجار میرن و اگه نتونن مشکلاتشون رو حل کنن نمیتونن شادکام باشن. یادتون باشه درد در خدمت یک مقصوده. ولی آدمایی هم هستن که زیادی هویتشون رو با احساساتشون تعریف میکنن. هر چیزی تنها و تنها بر اساس حسایی که بهشون دست میده توجیه میشه. اوه، زدم شیشه ماشین رو شکستم، ولی باور کن عصبانی بودم. یا از کارم استعفا دادم و به آلاسکا نقل مکان کردم، چون حس کردم کار درستیه. تصمیم گیری بر اساس شهود احساسی بدون درگیر کردن منطق همیشه نتایج بدی به بار میاره. میدونی چه کسی همه زندگیش رو روی احساسات بنا میکنه؟ یک بچه 3 ساله و سکا. میدونی که بچه های 3 ساله و سکا دیگه چه کارهایی میکنن؟ بله، روی فرش هم کارهای بد میکنن. پایبندی و سرمایه گذاری افراطی روی احساسات باعث شکست میشه، چون احساسات دوامی ندارن به همین سادگی. چیزی که امروز ما رو خوشحال میکنه فردا روز دیگه ما رو خوشحال نمیکنه، چون بیولوژی ما همیشه یک چیز دیگه میخواد. قفلی زدن روی شادکامی منجر میشه به جستجوی بی انتهای یک چیز دیگه، یعنی خونه دیگه، رابطه جدید، یک بچه دیگه، یک ترفیع دیگه تو اداره، و با وجود همه عرقهایی که میریزی باز هم حسی خواهیم داشت که همون اول داشتی، حس ناکافی بودن. روانشناسا گاهی به این مفهوم میگن تردمیل لذت جویی، این که ما همیشه داریم سخت تلاش میکنیم که وضعیت زندگیمون رو تغییر بدیم، ولی در واقع داریم در جا میزنیم و هیچ وقت حس اونقدر متفاوتی نداریم. برای همینه که مشکلات ما تکرار شونده و اجتناب ناپذیر هستن. کسی که باهاش ازدواج میکنی همون کسی که باهاش دعوا میکنی.
خونه ای که میخری همونیه که باید لوله‌هاش و کولرش هم تعمیر کنی. شغل رویایی که به دست میاری همونیه که براش کلی استرس میکشی. هر چیزی که به دست میاد یک فداکاری اجتناب ناپذیر در بطن خودش داره. هر چیزی که حس خوبی بهمون میده ناگزیر حس بدی هم بهمون میده. چیزی که به دست میاریم چیزی که از دست میدیم. چیزی که تجربه مثبت ما رو میسازه تجربه منفیمون رو هم تعریف میکنه. این یک قصه که قورت دادنش خیلی سخته. ما خیلی با این ایده حال میکنیم که یک شکل از خوشبختی همیشگی است که میشه بهش رسید. ما با این قضیه حال میکنیم که بتونیم همه رنجامون رو تا ابد تسکین بدیم و خیلی با این طرز فکر حال میکنیم که بتونیم تا ابد احساس رضایت و خوشنودی کنیم، ولی نمیتونیم. پیکارتو انتخاب کن. اگه ازت بپرسم از زندگی چی میخوای و تو جواب بدی که میخوام خوشبخت باشم و یه خانواده عالی و شغلی که دوست دارم رو داشته باشم، جوابت اونقدر متداول و قابل انتظاره که هیچ معنای خاصی نداره. همه خوششون میاد حال خوبی داشته باشن. همه دوست دارن یک زندگی بیخیال شاد آسون داشته باشن، عاشق بشن و رابطه فوق‌العاده داشته باشن، خوشتیپ باشن، پول خوب در بیارن، محبوب باشن و قابل احترام. ولی همه اینها رو میخوان. کی هست که نخواد؟ خواستنش کاری نداره. سوال جالبتر سوالیه که بیشتر مردم هیچ وقت بهش توجه نمی کنن و اون اینه که چه رنجی در زندگیت میخوای؟ برای چه چیزی میخوای به آب و آتیش بزنی؟ چون این سوال بهتر مشخص میکنه که زندگیت به کجا میخواد برسه و چه شکلی بشه. برای مثال بیشتر آدم ها دوست دارن گوشه شرکت بشینن و کلی پول در بیارن، ولی هر کس دلش نمیخواد هفته 60 ساعت کار کنه، هر روز 3 ساعت از خونه تا سر کار تو راه باشه، کاغذ بازی های حال به همزن و سلسله مراتب چندشاور سازمانی رو تحمل کنه و تا لحظه فرار از اون چهار دیواری جهنمی رنج بکشه. بیشتر آدم ها دوست دارن سکس عالی و روابط فوق‌العاده داشته باشن، ولی هر کس دلش نمیخواد برای رسیدن به اونها هفت‌خوان مکالمه های سخت، سکوت های طولانی و دستپاچه کننده، احساسات جریحه دار شده و درام های عاطفی روانی رو طی کنه. در نتیجه سر جاشون میشینن، بی حرکت روی کاناپه میشینن و سالهای سال با خودشون میگن چی میشد اگه؟ تا اینکه سوال چی میشد اگه تغییر شکل پیدا میکنه به دیگه چی؟ و همینجاست که همه چی به فنا میره و وقتی کار وکیلها تموم میشه و صورت حساب مهریه میاد دم خونشون با خودشون میگن برای چی آخه؟ خب اگه این اتفاقها ثمره این که 20 سال قبل استانداردها و انتظاراتشون رو آوردن پایین نیست، پس عواقب چیه؟ بله رفیق، چون خوشبختی و شادکامی به تقلا نیاز داره، شادکامی از درون مشکلات به بار میشینه. خوشنودی که همینجوری مثل گل نرگس یا رنگین کمان از زمین سبز نمیشه. رضایت واقعی و معنای پایدار از طریق انتخاب و مدیریت پیکارهای زندگیمون به دست میاد. که در حال رنج کشیدن از استراب مزمن باشی یا از تنهایی اختلال وسواس فکری یا رئیس کلگیریتون سر کار، راهش رو در پذیرش و مدیریت فعالانه این تجربه های منفی، نه در تحقیر رفتن ازشون نه در نجات پیدا کردن از دستشون. اگه هیکل قشنگ میخوای بهش نمیرسی مگر اینکه به استقبال درد و فشاری بری که ساعتها زندگی در باشگاه روی بدن و ذهنت تحمیل میکنه. بهش نمیرسی مگر اینکه عاشق محاسبه و تنظیم کالری غذایی بشی که میخوری، یا شاید هم میخوای کسب و کار خودت رو راه بندازی. ولی کارآفرین موفقی نمیشی که اگر برای ریسک عدم
قطعیت شکست‌های پی در پی ساعت‌های کاری زیادی که ممکنه بی نتیجه بمونه احترام خاص قائل نشید. و اگر یک همدم میخوای راه سختی در پیش داری. یک آدم عالی رو به خود جذب نمی کنی مگر اینکه به استقبال تلاطم‌های عاطفی و پس زدن شدن‌ها بری. تنش‌های سکوشال که هیچ وقت آروم نمی‌گیرند و بدون پلک زدن به تلفنی خیره بشی که هیچ وقت زنگ نمی‌خوره. این بخشی از بازی عشقه، نمیتونی برنده بشی اگه بازی نکنی. چیزی که موفقیت شما رو تعیین میکنه این نیست که از چی میخوای لذت ببری. سوال مرتبط‌تر اینه که چه دردی رو میخوای تحمل کنی. مسیر شادکامی پر از چاله چوله های گوه و پر از شرمساریه. مجبوری یه چیزی انتخاب کنی. نمیتونی یک زندگی بی درد داشته باشی. همیشه که نمیشه گل و بلبل باشه. لذت سوال آسونیه و یک جورایی جواب هممون شبیه همدیگه است. سوال جالبتر همونیه که از درد حرف میزنه. اون چه دردیه که میخوای تحمل کنی؟ این همون سوال سخت تعیین کننده است. همون سوالی که تو رو به جایی میرسونه. همون سوالی که میتونه دیدگاه تو رو عوض کنه و حتی زندگی تو. همون چیزیه که من و تو رو تو میکنه. همون چیزیه که ما رو تعریف میکنه و ما رو از هم جدا میکنه و در نهایت ما رو به همدلی میرسونه. تقریبا در طول کل دوران نوجوانی و جوانی در مورد اینکه یک موزیسین دقیق تر بگم یک ستاره راک بشم رویا پردازی میکردم. هر موزیک خفن راک میشنیدم چشمامو میبستم و خودمو باهاش روی صحنه تصور میکردم که گیتاریستش منم و تماشاچی ها مات و مبهوت هنر سرپنجه‌های من شدن و جیغ و داد میکنن. این فکر و خیال میتونه ساعت ها منو سرخوش نگه داره. برای من سوالی که مطرح بود از جنس چی میشد اگه جلوی کل تماشاچی های پر سر و صدا به نوازم نبود، بلکه این بود که کی وقتش میرسه. براش کلی برنامه رفته بودم، کمین کرده بودم و منتظر فرصت مناسب بودم که وقت و انرژی لازم رو براش بذارم و یک گیتاریست خفن بشم و اسم در کنم. اول باید مدرسه رو تموم میکردم، بعد باید کمی پول در میآوردم تا دم و دستگاه رو لازم رو بخرم، بعدش باید وقت آزاد برای تمرین کردن پیدا میکردم، بعدش باید با این و اون ارتباط میزدم و بند تشکیل میدادم و کلنگ پروژه اولم رو میزدم، بعدش و هیچی. با وجود این که تقریبا نصف عمرم در مورد این قضیه رویا پردازی کرده بودم، ولی هیچ وقت در واقعیت نشد که بشه و خیلی زمان و انرژی از من برد تا بالاخره فهمیدم چرا. چون هیچ وقت واقعا نمیخواستمش. من عاشق نتیجه بودم، نواختن روی صحنه، هلهله آدم ها، اینکه سالن رو بترکونم و قلبم رو روی موزیکی که ساخته بودم بپاشم. ولی عاشق مسیر ماجرا نبودم و به همین دلیل تو شکست خوردم بارها و بارها. لعنتی حتی به اندازه کافی برای شکست خوردن در این مسیر تلاش نکردم. به سختی میشه اسمش رو تلاش کردن گذاشت. سختی های تمرین هر روزه، سازوکار تشکیل گروه و تمرین کردن باعث شد. درد پیدا کردن برنامه ها و فستیوال ها و پیدا کردن آدم هایی که بیان سر اجرامون و یک چیزی که میزدیم اهمیت بدن. تارهای پاره پوره، آمپلیفایر معیوب، جابجایی 40 کیلو دم و دستگاه از خونه به محل تمرین، اونم بدون ماشین. یک کوه رویا داشتم و یک کیلومتر تا صعود به قله، ولی خیلی زمان بود تا بالاخره فهمیدم من خیلی صعود رو دوست نداشتم، فقط خیلی دوست داشتم خودم رو روی قله تصور کنم. روایت‌های متداول فرهنگ امروز احتمالاً به من میگن که خودم باعث شکست خودم شدم، که من جا زدم و یک بازنده هستم، که من جنم نداشتم، بی خیال رویام شدم،
و شاید در مقابل فشارهای جامعه وادادم. ولی واقعیت اصلاً به اندازه این دریوری ها جالب نیست. واقعیت اینه که من فکر میکردم یه چیزی میخوام ولی بعدش مشخص شد که نمیخوامش. همین. من پاداش رو میخواستم نه تلاش رو. نتیجه رو میخواستم نه فرایند رو. مقصد رو میخواستم نه مسیر رو. عاشق مبارزه نبودم، فقط عاشق پیروزی بودم. ولی زندگی واقعی که اینجوری جواب نمیده. چیزهایی که براشون تقلا میکنی تو رو تعریف میکنن. آدمهایی که از علق ریختنهای باشگاه لذت میبرند اونهایی هستند که مسابقات سگانه رو شرکت میکنند و ماهیچه‌های تراشیده‌ای دارند و میتونن یه خونه کوچک رو با هالتر برند کنن. کسانی که از ساعت کارهای فراوان در طول هفته و سیاست بازیهای نردبان سازمانی لذت میبرند میتونن تا بالاش برن. آدم هایی که از استرس ها و تزلزل سبک زندگی فقیرانه آرتیست لذت میبرند کسانی هستند که میتونن اونو زندگی کنن و توش دوام بیارن. این قضیه ربطی به قدرت اراده یا شجاعت نداره. نمیخوام نصیحتتون کنم که نابرده رنج گنج میسر نمیشود و این حرفا. این ساده ترین و بنیادی ترین عنصر زندگی ماست. پیکارهای ما تعیین کننده موفقیت‌های ما هستند. مشکلات ما نه تنها خالق شادکامی‌های ما هستند، بلکه مشکلاتی یک ذره بهتر و یک جورایی سطح بالاتر رو برامون به ارمغان می‌آورند. همانطور که می‌بینید این یک مارپیچ صعودی بی‌انتهاست و اگه فکر می‌کنی هر جایی که دلت خواست می‌تونی توقف کنی و بی خیال صعود بشی، اون وقت فکر کنم که یک نکته مهم رو نگرفتی، چون لذت کل ماجرا در خود صعوده.